برای حفظ خط نستعلیق در افغانستان دومین دور آزمون خوشنویسی خط نستعلیق در هرات راه اندازی شد. مسئولین انجمن خوشنویسان در هرات میگویند در این دور بیش از 25 دختر و پسر شرکت داشتند و هدف آن انتقال خط نستعلیق از نسل گذشته به نسل جدید است. قرار است در آینده نزدیک کارگاه آموزشی خط سلس و نسق نیز در هرات راه اندازی شود. بین گزارش توجه کنید. در اینجا برای دومین بار آزمون خوشنویسی خط نستعلیق از سوی انجمن خوشنویسان هرات راه اندازی می شود. مسئولین برگزار کننده این برنامه می گویند هدف از برگزاری آن حفظ خط نستعلیق در افغانستان به خصوص هرات می باشد. نیک مستمند قوری مسئول این انجمن تاکید می کند که شکل گیری خط نستعلیق در دوره تیموریان از هرات شروع شده است. بیشتر فعلا انجمن خوشنویسان ایران ما در این چند دوره که امتحان گرفتیم بیشتر نستعلیق است، دورهای مختلف امتحان میگیریم، اما در سال آینده در امتحان بهاری انشاءالله سال 98 تصمیم داریم که خط سلس و نسخ را وارد امتحان بکنیم که تعداد شاگردان و طلبه هستند که انشاءالله ما این کار را در امتحان بعدی انجام میدیم. در این برنامه 25 اشتراک کننده دختر و پسر اشتراک کردند. کارشناسان خط در هرات میگویند با آمدن وسایل دیجیتالی چون کامپیوتر و موبایل به مرور زمان بسیاری از رسم الخطها از بین رفته و این مسئله نگران کننده می باشد. چون این هم نیاز به حمایت و تشویق اینا داره و مشکلاتی که ما و شما داریم بیشتر تحت شوا جنگ قرار گرفتیم. همه بخش‌های هنری تا حدودی خیلی چیز نیه، شکوفا نیه، تا حدودی مثلا پایین تره. اگر این استعدادها شکوفا شه، تشویق شم، اینا خیلی از جایگاه بلندتر برخوردار میشه. در این حال شماری از اشتراک کنندگان این برنامه میگویند برای نگهداری از آثار تاریخی تلاش کردند تا خط نستعلیق را فراگیرند. این افراد میگویند دولت باید توجه بیشتری به داشته های فرهنگی در افغانستان داشته باشد. ما تقریبا 1.5 سال که کار می‌کنم و زیادتر قلم خلاص کردم و الان در قلم نرسیدم و زیادتر روی نستعلیق کردم. و باز هم برای از اینکه ما بتونم خط خور مستحکم‌تر بسازم و بیشتر روی از این کوشش بکنم اشتراک کردم به انجمن خوشنویسان هرات و می‌خوایم در کنار استادای عزیز از اندوخته ها از اینا و از داشته از اینا بیشتر استفاده بکنم و خط خود غنی‌تر بسازم. در کمتر از یک سال گذشته این دومین باری است که چنین آزمونی در هرات راه اندازی می شود. آنگونه که مسئولین این انجمن در هرات می گویند در اکثر اماکن و بناهای تاریخی هرات از خط نستعلیق برای ثبت شعرهای شاعران استفاده شده است.